در 140 کیلومتری جنوب شرقی شهر شاهرود، در حاشیه دشت کبیر و در 24 کیلومتری شهر بیارجمند روستایی قرار دارد به نام قلعه بالا. بسم الله الرحمن الرحیم. الله با امید خوده. پنج سالی هست که این طرح ملی که شروع شده و اجرا شده تو روستا، تو معابر عمومی روستا، از موقعی که طرح شروع شده و 10 سالی پای گردشگر به اینجا باز شد به خاطر پارک ملی توران این نزدیکی بود و پتانسیلای بالایی داشت روستا از نظر پلکانی بودنش، گردشگر اینجا پاش باز شده و شکل خدا را افتاده، خیلی هم استقبال کردن و چه ایرانی چه خارجی. گردشگر واقعا پاش باز شده و میاد، شروع به کار کردیم و بازسازی کردیم و خونه‌های قدیمی رو و ساختیم و چند تا اقامتگاه، و الان هم شکر خدا یه اقامتگاه ما اولین اقامتگاه بود که 5 سالی اونجا مشغول به کار هستیم به نام اقامتگاه بومگردی تورانگش. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ شما خوبی؟ قربانی شما، شما خوبی؟ سلام باشین، سفرا؟ شما خوب هستی؟ خوب را جاده رو پیدا کردین را رو؟ خدا رو شاک، خدا رو شاک، خیلی خوش آمدین. با آقا شروع میشه. آره، از اینجا با آقا شروع میشه. این هم چاله سرکوچگی میش میگن که آب را آب دوونا عوض میکنن اینجا. این هم توت فرنگی، از این فضای ببین کوچک مردم استفاده میکنن که درخ میکنن و توت فرنگی و اینا تیر چوبه، همین چوبای سفید دال بهش میگیم. آه سفید دال، آه سفید دال برای باشم. از درآمد یه اتاق کم کم اومدیم یه اتاق دیگه درست کردیم و این اتاق پایینی ره، این یکی رو روبراه کردیم و بعد مجدداً دیدیم جا کمه، این اتاق بالایی ره، این یکی ره که به این سمت به قسمت عمر خونه بود، مال ساختمون عمر بود، این هم یواش یواش بهش اضافه کردیم و زنان روستا علاقه زیادی به تانه بافی دارند. تانه بافی یکی از فنون صنایع دستی قلعه بالاست. اهالی
این پارچه های بافت شده با هنر دست و عجین شده با ذوق و سلیقه خود را برای فروش به گردشگران به خانه عمو حسین می آورند. این دوتا رو گفته بودین دونه 10 تومنه دیگه، درسته؟ من این دوتا رو برم دارم. آره قابل ندارم. آره ایشون به من گفتن. پول داری یا این ندارش؟ این خدمت شما خانم. قابلی هم نداره. دست شما درد نکنم. چی رو خریدی؟ این چهارتا رو خریدم شد 40 تومن. بفهمم. متشکرم. شال نزدین که طرح یوز داشته باشه؟ نه. شال نه. این رو میگین. آها. این بود یه دونه دیگه من اینجا دارم. این ساقه بورشون هم خیلی خوب بود. نه اصلا این میخوام. باقی پارچه ها نزد همسر عمو حسین به امانت میماند تا به گردشگران و میهمانان دیگر عرضه شود. زمانی که گردشگر به روستای قلعه بالا رفت آمد میکنه، باز این کار رو خانمای بیکار روستا انجام میدن و در اختیار ما میذارن که برای خودشون یه منبع درآمدی بشه و ما فروش میکنیم به گردشگر و پولش رو باز به خودشون برمیگردانیم. اینجا یک مقدار کشاورزی 800 آب کشاورزی بابام به ما واگذار کرد و همین نزدیک بیارجمن مشغول شدیم و بعد از اون رو زندگیمون در روزمره یعنی امورات زندگی میچرخید، پس اندازی نداشتیم که همش زیر قرض وام بودیم، از این بانک وام بگیریم از اون بانک وام بگیریم. ولی از زمان این کار رو ما شروع کردیم و این کار گردشگری رو واقعا رشد خوبی نسبت به اون قبل ها که زندگی میکردیم کردیم و راضی نیم. آب کشاورزی روستا از قنات است، آبی زلال و پاک که علاوه بر آبیاری باغات، گردشگران را به این کوچه باغات زیبا میهمان می کند. که ما به مهمونمون ارائه میدیم از نظر محصولات یا غذایی از همین محصولات کشاورزی خودمون ارائه میدیم و پخته پز میکنیم و به مهمون میدیم. به خصوص زمین مزرعه که خودم اینجا کاشتم و خودم برداشت کردم از قبیل گوجه، خیار، بادنجون، سبزیجات، همه چی، لوبیا، همه چی تو پخته پزمون استفاده میشه. به همین دلیل هزینه ها ما هم میاد پایین، هم برای ما هزینه میاد پایین، هم برای مهمون ها گردشگرامون که میان اینجا هزینه های کمتری میبایستی پرداخت بود.
مهمانان خارجی عمو حسین نیز مجذوب خانه‌های کاهگلی، کوچه‌های سنگ فرش شده و بافت یک دست این روستا گشتند. روستایی که با شلوغی و همهمه غریب است و تا چشم و گوش کار می‌کند، سکوت است که در میان خانه‌ها و باغ‌ها قدم می‌زند. You had a short and small short village tour. How did you find the village? How do you like it? It's a very nice village. You say it's a hobbyist, a shangist. It's very interesting with the different type of houses, with the nice gardens that are behind every house. Okay, خیلی جالبه که به اصطلاح خونه‌های خیلی قشنگی داره و اون فضای روستا خیلی قشنگه. And of course we like to meet the people like we have met before to ask them some questions. البته ما خیلی هم خوشحالیم که با مردم اینجا صحبت داشتیم و خیلی هم به اصطلاح خوشحال شدیم که با اونا تونستیم صحبت بکنیم و اصلا چند تا سوال پرسیدیم. Yes, because this is such a different culture than we are living, so for us it's really نایس to be part of them. فرهنگی کاملا متفاوت از فرهنگ ماست که ما تونستیم به اصطلاح ما آشنا شدیم باهاش. This is called what's the name of the? Well, you tell us again. Kaljush. Kaljush. Yeah. Kaljush. Yeah. Or Kalijush. این محصولات شما همه در همین روستا کش میشه و همینجا محصول همین خود روستایه. They grow all these things here in their own village. They are not imported from other cities or from other regions. They produce themselves. They grow themselves. That's right. Tomato, the aubergine or eggplant, and whatever you see here, all the ingredients are grown here, except the rice. بغیر از برنج البته. برنج هم برنج ایرانی یا برنج شمال بشه. It is, but it is an Iranian rice. It comes from north of Iran. Was it the first time? Yes, of course. بله البته. Was it the first time that you tasted yes, it? Yes, absolutely, yes. You, did, well, you never tasted in Isfahan or other cities? No. This is the first time. I went to Barbie. یکی از ویژگی‌های روستای قلعه بالا همجواری آن با پارک ملی توران است و عمو حسین راهنمای گردشگران و طبیعت دوستان در این مسیر است.